سلام میکنم به همه بروبچه های کانال رامین دیباگ. امیدوارم که شاد و سلامت و پیروز و تندرست و از این حرفای خوب باشید. گفته بودم برمیگردم با ویدیوهای جدید، با موضوعهای جدید و سورپرایزهای جدید. امیدوارم که این ویدیو رو ببینید و خوشتون بیاد. قراره امروز ریاکت بریم به ویدیوهای وایرالی سال گذشته، پس همراه من باش چون کلی سورپرایز قرار ببینی. قبل از شروع ویدیو ازت درخواستم که ویدیو رو همین الان و نبعدن لایک کنی، کانالم سابسکرایب کنی، زنگولرم کلیک کنی و روی آل بذاری تا نفر اولی باشی که با نوتیفیکیشن از ویدیو جدید کانال من با خبر میشی. پس برو بریم. یاد این چرخ و فلک های خودمون میافتم تو تهران، مثلا میومدش یارو یا یارو میومده، این یه چیزی 3-4 نفره شه. پشمام کجا رفت یارو؟ آویزونه چرخ یارو. فکر کنم فازشون اینطوریه تو آفریقا. نمیخوام نجات پرستی کنم قضیه، ولی فکر کنم فازشون اینطوریه که پیاده نمیشن چرخ و فلک، انقدر یارو میچرخه تا یکی آویزون شده رو با زور به نازتش پایین پیادش رو درن سرویس. It's better not to repeat anything like this, otherwise the consequences can be very deplorable. اوه آقا فاز چیه تو بشقاب پرنده پاشتی برای من داری عربی میرخصی؟ چی میشه گو؟ حقته یارو رو نگاه، پاشتی داره میده، فاز سیرک برداشته. اگه میخوای بری سیرک جای دیگه از اشتباه داری میزنی. اوه اینو نگاه یارو بیهوش شده. آجی این فیکه دیگه، نداریم اصلا. مثلا تو وایسا پاز بگیرم، مگه داریم آخه؟ تابه شاید ارتفاعش 3 متر بیشتر نمه، 4 متر نمه. بعد یارو قش کرده، پسوی شده یارو. داریم من که میگم فیکه آقا. الکی وای ببین چه ویدیوهایی تو رو خدا وایرال میشه. اشمام این یکی از ترسناکترین چیزاییه که وسیلهاییه که میتونی بری توی شهر بازی سوار شی. خیلی وحشتناکه. من یه بار سوار شدم، من یه بار تو مالزی سوار شدم، خیلی بچه بودم اون موقع، 19 سالم بود 20 سالم بود. اینطوریه دوتا صندلیه میشین توش، این شوتت میکنه میری هوا دیگه، اصلا جاذبه مازبه رو هیچی. خیلی چیز خفنیه. بیهوش شد و بیهوش شده. این رفیقش عوضیه، داره سرشو میگیره بیدارش میکنه. پاشو ببین پرات بریزه. از این رفیقا نمیدونم چقدر دارین تو زندگیتون، و این رفیقا واقعا رفیقای خطرناکی ان حاجی. اخ این سقوط آزاده، سوارش میشی میبرتت بالا و بعد صندلی یه ولت میکنه میاد پایین. خیلی چیز ترسناکیه. من قبلا سوار شدم، پشم ریزون ترین وسیله شهر بازی فکر کنم همینه. ببینیم حالا چی میشه. یارو داره روی سیب زمینی میزنه، سیب زمینی و سس میزنه. این فکر کنم از استرسشه، انقدر که استرس داره و پشماش ریخته داره سیب زمینی و سس میزنه. آخ این وسیله توی پارک آبیا، این خیلی چیز فاجعه ایه. من قبلا سوار شدم و توی پارک چیتگر یه دونه داریم، خیلی هم ترسناکه، خیلی هم فاجعه است. یه لوله یه قشنگ میری توش، نه نوری نه هوایی نه شیشهی که ببینی، به میندازت تو این لوله شوتت میکنه، بعد آب میریزه رو سر صورت. یعنی اگه خواستی یه موقع خودکشی و یه ذره تجربه کنی، برو همین سرسره های پارک چیت کرد، این وسیله که زیر تو خالی میکنه رو سوار شو، قشنگ حس غرق شدگی رو اونجا تجربه میکنی. خیلی چیز وحشتناکیه، خیلی چیز وحشتناکیه. اینا خوبه. من عشق بچه بودم، عشق اینا رو داشتم، این سرسره سوارشی و اینا. This young man doesn't seem to be impressed by the roller coaster ride at all.
is completely indifferent to speed and people shouting around. مجبوری منگه بری رولر کوستر سوار شی، ملت میرن شهر بازی که جیغ بزن داد بزن خودشون تخلیه کنن. داداش تو اشتباه داری میزنی، اشتباه رفتی. فاز چیه؟ مثلا فاز مافیا برداشتی اینجا؟ من خیلی شاخم نمیترسم. Some of the activities in amusement parks are aimed at testing the sense of balance of its visitors. این چه لاشخوریه. اوه انداختش تو آب. بابا چقدر یه آدم میتونه عوضی باشه؟ چرا؟ Judging by these frames, we can say with confidence that this is the most... آقا وایسا قبلی چی بود؟ Judging by these frames, we can say خالی بندی حاجی، خالی بندی ادیت. مگه میشه آخه همچین چیزی؟ یارو رولر کوستر بره رو هوا پرت بشه بره. آجی اینا خالی بندی ادیته، پرده سبز بود. This guy looked so happy that one random pigeon... دیدی چی خورد تو صورتش؟ کفتر خورد تو صورت. قیافه یارو بعدش خوبه، اولش که میخوره تو صورتش نمیفهمی که به پرنده خورده. بعد نگاه قیافه رو نگاه کن اینجا. نگاه میکنه براش میزه. بچه حالا که داریم ویدیو رو میبینی، من یه پاز بگیرم یه دقیقه منظره پشت رو بهتون نشون بدم، ببینید کورکو پرتون بریزه. واو چقدر خوشگل آسمون اینجا اینجا اینجا. خب حالا که این منظره خوشگل رو باهاتون در میون گذاشتم، همین الان ویدیو رو لایک کنید اگه لایک نکردید، و ازتون درخواستم کانالم سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب نکردید. بعدش هم که زنگوله رو کلیک میکنی روی آل میذارید تا با نوتیفیکیشن اولین نفری باشی که از ویدیو من باخبر میشی. این منظره زیبا هم تقدیم به شما دوست عزیزم. و خیلی خوبه روی رولر کوستر داره به رفیقش میگه که برنده خورد صورت من، دهنم سرویس شد. خوشم اومد فازشو فازشو ولی دوست داشتم، با اینکه یه اتفاق شیتی افتاد براش، ولی خب همچنان ادامه داد. Traction resembles traditional jumping from a springboard into the water. دافو ببین. آقا چشاتو درویش کن، نگاه نکن. Perhaps this will be the most sincere reaction from riding on the ride. قیافه بچه قشنگ معلومه فر خورده. قشنگ بابا رو ببین، بابا اصلا به یه برش هم نیم. بابا بچه تو یه نگاه بکنم حالش چطوره. بابا داشت کیف میکرد. موبایل یارو افتاد کف زمین. خیلی میترسم خدا وکی، هر موقع میرم رولر کوستر سوار میشم قشنگ ترس موبایل دارم. ببین یارو قشنگ داره میگه عجب گویی خوردم اومدم اینو سوار شد، ولی خدا وکی تاب فکر مال بچه ها کودک ها باشه. اشهد داره میخونه. کیف کردم، خیلی کیف کردم. این چیزیه که انداخت تو خودشو. وای was not lucky for this couple to ride safely on a water attraction, but as they say the flight was normal. سگه به چخ رفت زور. An advice for the future if you're waiting. داداش با این هیکل رفتی تو اون؟ نه آجی فوتوشاپه، عکسه. وای 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 هیکل رو ببین آقا، ما
خیلی ارادت خاصی داریم به بچه توپولا، ولی این خداوکی تیوپه دیگه. این دوتا خیلی احمق بودن، یعنی من انتظار داشتم که بلای بدتر از اینا سرش بیاد.